آقای جوانی پرسیدن اعتماد به نفس ندارم. وقتی کاری رو شروع میکنم نمیتونم تا آخر برسونم. میرم ورزش، دو هفته بعد ولش میکنم. سر کار میرم، زود خسته میشم و دیگه نمیرم. واقعا از این شرایط خسته شدم. چه کار باید بکنم؟ بله. ببینید، یه مقدمه گفتید، گفتید من اعتماد به نفس ندارم. تعریف اعتماد به نفس یعنی این که احساس توانایی در انجام یک کار به خصوص. به نظر من میاد شما اعتماد به نفس رو داری، چون یه فعالیت رو شروع میکنی، هیجان داری یه کاری رو شروع کنی، اما ادامه نمیدی، یعنی پشت کارت کمه. و این پشت کار کم یعنی این که تو هدف گذاری مشکل داری. وقتی یه هدف رو مینویسی که بری آغاز کنی، برنامه اصلی باید این باشه: چرا میخوام به این هدف برسم؟ دلایلی که میخوای دنبال کنی این هدف رو لیست کنی. یعنی چی؟ یعنی یه فهرست تهیه کنی از اثرات مثبت رسیدن به این هدف. اگه بتونی یه فهرست داشته باشی، اثرات هدفی رو که مکتوب کردی روزی چند بار مرور کنی، میبینی در روند رسیدن به این هدفت، مثلا کلاس ورزشت، هر روز مرور میکنی، ورزش این اثرات رو من داره، روحیم رو بهتر میکنه، احساس توانایی میده، سروتونین مغزم بیشتر ترشح میشه، عضلاتم قوی میشه، از لحاظ بدنی جذابتر میشم، و تمام اینا باعث میشه با علاقه و اشتیاق بیشتری کلاس ورزشت رو بری. در عین اینکه من فکر میکنم بد نیست در کلاس ورزش یا بسیاری از هدفهایی که داری یک نفر دیگر رو هم همراه کنی، با همدیگه راجع به هدفهای مشترکتون یا هدفهای شبیه به همتون حرف بزنین و ببینی که وقتی تو داری راجع به هدفت حرف میزنی، او رو علاقه مند میکنی که فعال بشه. وقتی او حرف میزنه، تو علاقه مند میشی که هدفت رو دنبال کنی. و به این ترتیب میبینی که داشتن یه همراه انگیزه بیشتری بهت میده. تشویق کردن خود باز یک راه دیگه است. اینکه در هر برهه‌ای، در هر زمانی که میتونی متوقف شو و خودتو به خاطر اینکه داری این کار رو انجام میدی، این کلاس رو میری، مورد تشویق و پیام‌های مثبت قرار بده. مثلا به خودت بگو پشت کار من خیلی قویه، چقدر خوبه که الان دو هفته است دارم کلاس ورزش میرم، عالیه، من خواستم که برم و دارم ادامه میدم، من از طریق تکرار اثرات مثبت این کار دارم ذهنم رو برنامه ریزی میکنم. و من مطمئنم که شما اعتماد به نفست خوبه، ولی سیستم های خود انگیزه دهی رو نمیدونی. برای این کار میتونی از دوره های هوش هیجانی ما استفاده کنی. آنلاین هوش هیجانی رو بگیر، تو سایت میبینی دانیل گولمن در مورد هوش هیجانی یه تعریف 5 مؤلفه ای داره. مؤلفه آخر هوش هیجانی یعنی قدرت دادن انگیزه به خود در انجام یه سری کارها. این خودش یه توانمندی میخواد، یه یادگیری میخواد، باید یاد بگیری که چه کار کنی. با کلاس هوش هیجانی میتونی به خودت، در خودت علاقه ایجاد کنی نسبت به انجام کارهای مختلف.